سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم عزیزانت را بکش. از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر باشید. فیلم عزیزانت را بکش یک فیلم درام جنایی بیوگرافیه که بر اساس قسمتی از زندگی آلن کینزبرگ، نویسنده و شاعر معروف آمریکایی، ساخته شده. جان کیراکیداس کارگردانی این فیلم انجام داده. بر اساس داستان نوشته استین بان که نویسندگی فیلمنامه هم بر اساس استین بان و جان کیراکیداس بوده. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. آلن، پسر شاعر معروف کینزبرگ که علاقه زیاد به نویسندگی و شعر داره، در دانشگاه کلمبیا پذیرفته میشه و با خوشحالی راهی دانشگاه میشه. در اونجا او جوانی قانون شکن و پرشر شور به نام لوسیان رو میبینه و رابطه عمیق دوستی بین آلن و لوسیان به وجود میاد. لوسیان باعث آشنایی آلن با ویلیام، جک و دیوید میشه که با همدیگه گروهی رو تشکیل میدن برای ایجاد انقلاب در ادبیات و ایجاد شعر نوین در ادبیات و دست به قانون شکنی های زیادی میزنن. در این میان آلن متوجه رابطه مخفی بین لوسیان و دیوید میشه که این رابطه در نهایت باعث ایجاد جنایتی بزرگ میشه که پای همه این دوستان رو به وسط میکشه و سرنوشت اونها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. جان کیراکیداس که بیشتر به خاطر ساخت همین فیلم عزیزان را بکش شناخته شده است، سریال هایی مانند جعبه سیاه، سریال وای وارد پینس، سریال جنایت های آمریکایی و سریال اکولایزر رو هم ساخته. دنیل رادکلیف که برای بازی در نقش هری پاتر در مجموع فیلم های هری پاتر شناخته شده است، در فیلم های پسران دسامبر، زن سیاه پوش و فیلم امپراتوری هم بازی کرده. دندی هان در فیلم های مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2، والریان و هزار سیاره، شوالیه جام ها و فیلم دو عاشق و یک خرس هم بازی کرده. مایکل سی هال که برای بازی در نقش دکستر در سریال معروف دکستر معروفه، در فیلم های دردسر با بلیکس و فیلم سرما در جولای هم بازی کرده. دیگر بازیگران این فیلم میتونم به جکی استان، بن فاستر، جنیفر جینلی و الیزابت اولسون اشاره کرد. A few moments later. خب فیلم عزیزان را بکش بر اساس یک ماجرای واقعی از زندگی آلن کینزبرگ ساخته شده و تمام شخصیت های فیلم هم واقعی هستند. فیلم خوش ساخته و داستان خوبی هم داره. بازی بازیگران هم عالیه و در چندین جشنواره فیلم برنده جایزه های مختلفی در انگلستان و سایر کشورها شده و جکی استون هم برای بازی در این فیلم جایزه بازیگری رو در چند جشنواره برنده شده. کلا فیلم خوب و سرگرم کننده که ارزش دیدن رو داره. فقط توجه داشته باشید که در فیلم مسائل همجنسگرایانه هم وجود داره، ولی ارزش های فیلم کم نمیشه و فیلم خیلی خوبیه که حتما باید دید و ازش لذت بود. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.